و حال از جناب محترم سید یوسف حلیم قاضی القضات کشور متن سوگند یا حلف وفاداری را قرائت بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. قانون اساسی و قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. در افغانستان در خپلواکۍ ملی واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د حق خلق او حقوق او ګټې خوندي کړل. د افغانستان د خپلواکۍ ملی واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلق حقوق او ګټې خوندي کړل. لوی خدای قبول دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایۍ په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم. او د لوی خدای جل شانه له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایۍ په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم. مراسمو په دې برخه کې بلنه ورکوو د جمهوري اساس لومړی مرستیال ښاغلي امرالله صالح او دویم مرستیال محمد سرواز دارشته چې ځانګړي ځای ته تشریف راوړي او د نورو مراسم پر ځای کړي. په افتخار بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جل شانه سوگند که دین مقدس اسلام را اطاعت حمایت کنم. به نام خداوند بزرگ قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. در افغانستان د خپلواکۍ ملی واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړل. افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړل. او د لوی خدای جل شانه له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایۍ په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم.
او د لوی خدای جل الله شانه له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایي په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتو. با ابراز سپاس از معاونین ریاست جمهوری بلنه ورکو د چارو ادارې سرپرست او د ملي تدارکات عمومي رئیس ښاغلي الهام هوتکی ده چې فرمان قرائت کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل شانه سوگند یاد می کنم که دین به نام خداوند بزرگ جل علا شانه سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت حقوق ادبا را حفاظت و از استقلال تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و وحدت ملی تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست می کند و در همه اعمال خود خداوند جل شانه را حاضر دانسته وظایف محوله را صادقانه انجام دهم مبارک. و دوست عزیز جناب سالیس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، خانم طایره سالی، جناب استاد دانش برادر گرامی، دوست عزیز و همکار وارسته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، جناب غزنفرس نماینده خاص و عضو تیم ارشد تصمیم گیری خانم فائقه گیلانی، جناب مسلم یارس، تمام اعضای اولوسی جرگه و مشان جرگه افغانستان، کاندیدای محترم ریاست جمهوری لخیبر پختونخوانه، رئیس به اولوسی جرگه خوش آمدی لخیبر پختونخوانه راغلی کاغلی اواغلی خوانده ورونه اعضای محترم کابینه، جناب دکتر صاحب خلیلزاد نماینده خاص رئیس جمهور امریکا بر افغانستان، جنرال صاحب ملر قماندان حمایت قاطع، تمام سفرای محترم، وزیر صاحب دولت قطر، خواهران، برادران، تمام اقشار برادر، خواهر، برابر و مساوی با همدیگر افغانستان، آیت برگزاری مراسم جناب بیکسف جیلانی و تمام همکارایشان، کل کمپاینرهای تیم دولتساز، جناب استاد عطا و شخصیت های جهادی ما، علمای کرام ما،
همه حاضرین مجلس و حضار عزتمند، شیرین ترین توفه پیامبر گرامی اسلام یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکات را خدمت فرد فرد شما در سراسر کشور و در بیرون از کشور تقدیم می دارم. خانواده شهدای پر افتخار قوای امنیتی و دفاعی ما همراه حضور دارند، جنرالانی که ما شرف افتخار داشتیم که جنازه ایشا در شانه ما هم بکنم. امروز از حضورتان در این مجلس باشکوه از صمیم قلب تشکر میکنیم و غم شما غم کل افغانستان است. از شهدای قوه قضایی و عدلی ما جناب قاضی القضات صاحب، جناب لوتنانت ولز ابراز یادآوری میکنیم و خاصتاً برای همه شهدای ملکی و نظامی وطن، به ویژه شهدای حمله توریستی بالای مراسم برگزارش از شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری اطاف دعا میکنم. جناب استاد دانش و همه خواهر و برادران، همه باید بدانند که حمله بر یک قسمت مردم افغانستان یا یک مذهب افغانستان، حمله بر تمام مردم افغانستان و ریاست جمهوری و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این حادثه به صورت شفاف و همه جانبه و دقیق بررسی خواهد شد. حکم من در این مورد واضح و صریح است و از تمام هموطنان ما خواهان همکاری همه جانبه است. به همت ملت با غرور افغانستان و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی، امروز روز تجلیل از تطبیق وثیقه ملی ما یعنی قانون اساسی است. بار دیگر پختگی جمهوریت را امروز تجلیل می کنیم. انتخابات پایان یافت. من با حوصله‌مندی و شکیبایی این روند را حرمت گذاشتم و هیچگاه ارگ را به قرارگاه سیاسی یک گروه تبدیل نکردم و نخواهم کرد. امروز من بالای هر فرد افغان، زن و مرد، طفل و جوان و کشور سیاسی ما صدا میزنم که حکومت از آن شماست و من خدمت رسان به همه شما هستم، چه آنهایی که به من رای دادید و چه آنهایی که انتخاب دیگر داشتید. این حق مسلم هر افغان است که خدا انتخاب کنه و رای بده. روز جدایی ها و سلیقه ها گذشته است. امروز روز وصل است. امروز روز اتحاد است. امروز روز است که ما باید با آینده و آسایش ملت خیش فکر کنیم. امروز روز است که باید تمام نیرو و توان خیش را برای کم ساختن غم مردم، مخصوصا محرومترین اقشار جامعه ما، بسیج سازد. امروز روز است که باید تولد حکومت انتخابی برآمده از دل قانون اساسی را پاسداری و حمایت نماید. حکومت ما حکومت کل افغانستان خواهد بود. تیم دولت ساز یک گروه محرک برای بسیج مردم دور یک تکت انتخاباتی بود.
اما حکومتی که قرار است به زودی شکل بدهند در انحصار دولتساز نخواهد بود. پایان انتخابات پیروزی ایده و تفکر جمهوریت است. این پایان غلبه بر دسیسه ها و توطئه است. پایان روند انتخابات پیروزی مردم بر ابهام و گمانه زنی است. از نظر من هیچ کس در این روند نباخته است، بلکه هر یک ما با اندازه توان در تحکیم مردم سالاری نقش ادا کردیم و بازم از کاندیدای محترم ریاست جمهوری که دیجه تشریف دارن قلبن ابراز امتنان میکن. من افتخار میکنم که تحکیم انتخاباتی من هیچ گوشه افغانستان غیرحاضر و غایب نبود. هیچ دهکده و روستای افغانستان نیست که در تیم من شامل نباشد، ولی با آن هم من آرزو دارم به در هر افغان بروم و نظرش را راجع به حکومت خودش جویا شوم. عصر یکتازی ها پایان یافته است، عصر سلطه گرایی پایان یافته است، عصر گروه گرایی پایان یافته است، عصر تهدید پایان یافته است. آنچه ملت را بسیج می کند صدای وحدت و یک پارچگی است. من از تمام کسانی که در انتخابات سهم گرفتن سپاس میکنم و از حریفان سیاسی دیروز خش میخواهم که با من شانه بدهند و دست به دست هم داده برای این وطن مقدس خدمت نمایید. امروز باید توانایی های خش را بسیج کنیم که مردم صلح را بچشند و بدون آن که نگران از آینده و تشویش از دست دادن حقوق خیش را داشته باشند. جمهوریت چتر ملی است. ما برای تحکیم این ساختار همه پسند و مشمول افغانی از هیچ نوع سعی و تلاش برای یک لحظه هم دریغ نخواهیم. هم دا اسم الوال وکلس جمهوریت بساد. ملت شریف افغانستان به خاطر این که فرصت لازمه برای همکاری و همسویی با همه جا جناهای مطرح سیاسی و سهیم در انتخابات در زیر چتر جمهوریت ایجاد گردد، من برای دو هفته دیگر با کابینه کنونی یعنی کابینه بازمانده از حکومت وحدت ملی کار را ادامه میدم و پس از مشوره های وسیع و همه جانبه حکومت خواهیم ساخت که همه شمول و همه پسند باشد. زده افغانستان طول شریف ولی سرش منکون طول حق وعده چه ده تاکنیز و مبارزه و جریان که میکردیمی آقا به انشالله و تعالی تطبیقه. افغانستان منسجم او پیاوله دولت تعلقی لری. زه او همکاران با ما آقا انشالله و تعالی جول کلو. زموگ رسالت ده سول تامین او ده چلوه کلن جنگ پای ترسول دی. با عزت از سوله دی ملت په همت او دی جمهوریت در چتر لانده انشالله و تعالی راتون کده مطمئن اوسه. زده هیواد دی ملی گتو سرتیره او پالون کهی. پا
پالنه حق عظیم حوصله او جوار درک واری چه پا امانت داره ستاسو ده فرد فرد ده حقوقو استازی تو باشی. ده افغانستان مرمونو تا خواستن غواره متمنان درکم اتاسو پی حقوقو بانده داره دلیم. افغانان نور لوطن څخه در لریوالی او جلاوطنی تطوان نلری. افغانستان د ټولو ګډ کور او د ټولو قومونو پرنګونو او ګلانو ښکلی شوی بڼ دی لکه چې نن ناظر یې او دا باغ به نور له خپلو ښکلي ګلانو څخه خالی نشي. بیوطنی او دربدری بس ده او تکرار به نشي. عزیز یورتاتشتر، افغانستان ده یشاو چی قوم لرنگی سرنوشت لری بیر بیره بیل انقتی یاغلیک بو عزت قوم لر اتحاد و اتفاق لیک بیلن بو مشترک اولکه میزنی طولی میمال در دی نجات بیرش لیری ممکن دانشمند توانای ازبک امیرعلی شیر نوایی در این مورد چنین گفته است: این خانه که از خانه چشم است نشانه، چون مردم چشم است در او صاحب خانه. ما ملت عظیم افغانستان صاحب این خانه مشترک یعنی افغانستان عزیز هستیم. موگد نلی لاکثر هوادونو سره چیز موگ منافع ایجاباوی خی او دوستانه علی کلرو افغانو سره از موگ یادی او پیاولی دی دمکی دی سول برنامه هر دی نیوی حالات دی مدیر دی خدمت رسول تداوم لپارمو دی جمهوریت طول ملکی او نظامی ظرفت بسیج او چم تو کرده ده جنرال سید ملر اتاسه لدوامدارو هلو زلونه منل دی سول مشورتی لوی جرگه چه در اوان کال دی سور پا میاشت که جوله شوه او خودله چه ملت سول غواری او دی سول لپاره دی دولت دی صلاحیت حدود اوتاکو. موگ با زموگ دی خلکو دی گوختنو او هیلو پا پیروی دی سول برنامه دی ملی گتو پا محور مخته یوسو. زموگ دی سول برنامه که با هیچ قوم هیچ برخه هیچ گوخه هیچ سیاسی او طولنیز کتله تجرید نشی. مطمئن اوسه چه زموگ دی طولنی کسرت گرایی به تقویش همان گونه که درست قبل گفتم رهایی زندانیان طالبان با امنیت مردم و تأمین صلح مرتبط است. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه در یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش و مردم افغانستان نفاذ و تأثیر آن را احساس خواهند کرد. هیئت مذاکرات تا فردا نهایی می شود. این تیم مذاکره کننده پس از مشورت های گسترده
با شخصیت های مطرح، اعضاب زنان، جوانان و نمایندگان علما و اقشار مختلف مردم نهایی شده است و نمایندگان اقشار مختلف مردم در آن مدت. ما از متحدین امریکایی خیش که در دو سال گذشته به خواست مردم افغانستان که به خشونت 40 ساله نقطه پایان گذاشته شود و برای ختم جنگ یک رای سیاسی جستجو گردد تشکر میکنم. ما تعریف تروریسم را به اساس منافع امنیتی افغانستان انجام خواهیم داد. اگر قرار است صلح با طالبان مانع داعش نشود و این گروه بی‌معنا و بی‌ریشه در فرهنگ و جامعه ما باز هم مردم ما را قتل عام کند، پس نیاز داریم که بپرسیم اباد صلح چه خواهد بود. حمله بالای عزاداران شهید مزاری نشان میدهد که روابط نامری ولی اساسی میان طالب و داعش وجود دارد. ما به خاطر واضح سازی این روابط چه از دید فکری و چه از دید عملیاتی نیاز به مذاکرات بسیار عمیق با طالبان و حامیان طالبان داریم. طالبان دارای عقبه استراتژیک بیرون مرزی هستند و خواست ما این است که فراهم کننده های این عقبه ای حمایتی یعنی پاکستان صورت واضح شریک صلح باشد. تا بهانه های احتمالی در آینده از بین برود و تروریسم با طریق تغییر رنگ پرچم ولی حفظ ماهیتش که افغان کشیست با سر بالا نکند. به هر رنگی که خواهی من از ذخیر آمد میشناسم. افغان ها ذاتن با شوقی کسب و کار گدایی در فرهنگ ما جایی ندارد، اما امروز که ما مجبوریم دست به کمک دراز کنیم، همه و همه تبعات جنگ لعنتی و مداخلات است. من وعده می دهم که نظام را از شر کاغذبازی اداری و رشوه‌ستانی بیشتر پاک نمایم تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما کارهای بزرگ خود را انجام بدهد. امروز ما با بیست در صد عاید خیش که $2 میلیارد می شود قسمت از مصارف خود را می پردازید. انشالله با پاکسازی نظام اداری در 5 سال آینده داد افغانان و ایران دا سرین نظر کمیسته دا تکر به افغانستان خلق لپاره قربان ده دا سر قربانه ایتا حاضر ده. لوی هم نیم لیدنی یا دو انفجار نمجاره گئی قرار کنی باست امروز انشالله با پاکسازی نظام اداری در 5 سال آینده عواید کشور چند خواهد شد.
د کرنیزو محصولات د صادراتو په برخه کې مدیر مهم ګامونه اخیستي. هغه شی نتیجه غوزه سره وکړل انشاءالله تعالی به د افغانستان ټول کرنی پیداوار سره وکړو. ایموک مادن آماده دی طالبانو باندی نارا کلو که پا افغانستان باندی مینی راسی چه مادن تا انکشاف ورکو. آیا کسی روز هست که باورمند نباشه که افغانستان به چارای آسیا مبدل میشه؟ پنج سال پیش میگفتن خواب خیال است، بدل میشه، بدل میشه. در بخش ظرفیت های انسانی کلانترین سرمایه گذاری را سر معرف و تحصیلات عالی خواهد کردیم. به زن افغانستان اطمینان میتون که این تیم ظرفیت همه جانبه زن افغانستان را بالا میکن. از بیبی گل دایره ساله گلانی صاحب و همه زنها تشکر میکنم که امروز حضور دارین. شیر زنهای افغان از انفجار نمیترسن. اموگ اقتصادی فلسفه خوشحال خان به یو شیر که ویلیدی محتاج دی نور و نرو نغرایشه سلای تخبلا کتوا ماتکا. نو کتوا نماتو نو بلخبل منابی تا انکشاف ورکو. انتخابات پایان یافته است. من به تقاضای شورای ملی لبیک میگم که فرهنگ سرپرستی را ختم میکنه و یک تیم ملی را بدون تعصب به اساس ظرفیت برای تمام افغانستان تشکیل خواهد کرد. ما از تمام کشورهایم کمک کننده و نهادهای بین المللی تشکر میکنم که کمکهایشان در این 18 سال نهایت مهم بوده. آخری خبرم داده چه سول دی پارا به انشالله و تالا مگتا سی دست یو اطلاف جون کو چه دی جنگل اطلاف نه لس چند پیاوله او افغانستان تا هر شای برابر سی. او هم دارنگه دی افغانستان کدوالو تا اطمینان ورکوم چه دولت ساز تیم به اتاس دی آبرومندانه برطرف مینه برابره کرد. او طول افغانانو تا چه اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا و نور زایو کدی وایم چه اتاس بشری پانگه تا داخل تروت لری او مخصوص پاکستان. فاخر که دی غنی خان پیو اماسی شیر به دغه باید پای تو رسوم. یا به دیز سیال کما وطنه دی جهان، یا بستا پپکو که کم تور خوری کم ازان. یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، تلویزیون افغانستان، پاینده باد جمهوریت اسلامی افغانستان. افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوریز
دکتر محمد اشرف غنی له وینا څخه ډیره مننه کوو. و حال از محترم مولوی محی الدین بلوچ خواهشمندم تا دعای ختم محفل را قرائت نمایند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أعن الإسلام والمسلمين. اللهم أعن الله في أعمالنا ووفق من خدمة الدين والوطن. اللهم احفظ على شباب أنفسنا ومسلمين. فتوح کرم وای کسی بس چیز کنم جام کرم